ورا روشها وترهوهاي اقتصاد اسلامي خلاص. لما تقولون ما لا تفعلون؟ ببین چرا میگین آن چیزی را که نمیکنین؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ میگوین آن چیزی را که به او عمل نمیکنین خودتان. کبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. بزرگترین گناه است به نزد خداوند آن چیزی را که میگوین به او باور و عمل ندارید. قرآن و دین مبارک ما فقط چند مسئله تیوری و فکری و نظری نیست، دینی عملی است. روشنترین تاریخ دارد که نه تنها مسلمان ها بلکه غیر مسلمین منصف و ای باورن نوشته کردن. پیرامون عزی که وقتی بود که این مدرسه نور خود به تمام جهان پخش کرد و این مدرسه موفقترین مدرسه بود که در رأس ازی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم قرار و ازی شاگردان موفقی فارغ دادن. میبینید که چیز گام های عملی. یک صحابی قرآن آیات را که از زبان مبارک پیغمبر خدا علیه السلام اخذ میکند تا او را درست صحیح نخواند، با مفهومی از او نفهمد، در زندگی خود عملی نکند، درسی دیگر نمیگیرد. ما خوب به میلیون ها حافظ قرآن داریم و به هزارها الحمدلله مفسر داریم، ولی این مطلوب نیست. مطلوب پیاده کردن اهداف کلام خداوند است. برمیگردیم به موضوع بعد از تمهید کوتاه و یک مقدمه ای که ذکر شد که موضوع چی بود؟ وحدت. وحدت دو قسم وحدت داریم، وحدت اسلامی، وحدت وطنی. در اینجا هم سرمشق ما قائد اعظم من رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. وقتی که به مدینه هجرت میکنند، در مدینه منوره دو وحدت پیغمبر علیه السلام بعد از اساس گذاری دولت اسلامی، دو وحدت و دو پیمان در اونجا به امضا می رسانند. یک وحدتی که به اساس اخوت اسلامی است، آخا رسول الله صلی الله علیه و سلم بین الانصار و المهاجرین، آخا مؤاخات. ای برادر از کجا است؟ از مکه. و ای از مدینه. برادر نامت فلان، نامی تو فلان، ما بین هر دوی شما برادری است، فکرتان باشه. مؤاخات، برادری در میان مسلمان ها، که مسلمان ها متشکل بود جامعه اسلامی و مسلمان ها از دو قشر و یا از دو نوع. انصار مدینه که کسانی بودند که در مدینه سکونت می کردند، مهاجرین کسانی بودند که زندگی سرشان تلخ شده بود در مکه، امکان زندگی نبود و امکان تطبیق دین خدا نبود، امکان ادای شعائر اسلام نبود. خداوند امرشان کرد به هجرت. وقتی که آمدند در مدینه منوره، بعد از سنگ بنیاد مسجد نبوی شریف که اساس پارلمان اسلامی را داشت، اولین کاری که جناب پیغمبر علیه السلام در قضایای امت انجام دادن، اقامت اخوت برادری ما بین برادران انصار و مهاجرین. انصار اهل مدینه، قرآن از اونها تقدیر میکند، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم، خدا تعریفشان میکند، کسانی که سکونت پذیر شدن در مدینه. الدار به معنای مدینه، دار اسلام، اولین دار اسلام، اولین سرزمین اسلامی که شریعت خدا در اونجا تطبیق می شود و نور اسلام از اونجا می درخشد. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم، کسانی که انتخاب کردن، اختیار کردن سکونت را در مدینه، یعنی انصار، یعنی اهل مدینه،
و ایمان را. یحبون من هاجر الیهم، دوست دارند کسانی را که با ایشان هجرت میکنند. به طرف اجرا انسان مهاجر میشوند، به طرف ایشان مهاجر میشوند. ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا، در برابر آنچه که کمک میکنند به برادران مهاجری خود، در قلبشان هیچ نوع تنگی احساس نمیکنند. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاص، بلکه ترغیب میدهند، ترجیح میدهند برادران مهاجر خود. مشکلات برادران مهاجر خود به مشکلات خود مقدم میدانند. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، اینا موفقیتشان دی بود که بالای بخل و تنگی نفس مسلط بودن، در روشنی تربیه و در روشنی ایمان به خداوند و به رسول علیه الصلاه و السلام. پس کسی که برای اینا حرکت میکنه، قرآن میگه و من یوق شح نفسه، کسانی که مثل ایشان از بخل نفس، از تنگی نفس در امان ماند، فاولئک هم المفلحون، اونها رستگار و کامیاب است. اینجاست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم ما بین برادران انصار و مهاجرین معاخات و برادری را به امضا میرسان. دوم، در مدینه کسانی سکونت میکردن که مسلمان نبودن، غیر مسلمین، که در رأس ایشان یهود قرار داشت، قبائل یهود در مدینه زندگی میکردن. پیمان وسیع تر میشود. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیمانی را امضا میکنن، پروتکل را امضا میکنن میانی یهود و مسلمان ها، یا میانی مسلمین و غیر مسلمین. پیمان اول به اساس چند بند و ماده اساسی امضا میشود، پیمانی که میانی مسلمان هاست. دفاع از عقیده، دفاع از اخوت اسلامی، دفاع از دین، محبت میان برادران مسلمان، و دشمنی که قبل از اسلام داشتن همه زیر پا باید دفن شود، و چنگ زدن به حبل الله المتین که قرآن و دین خداست، و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بر اسمان پروردگار چنگ بزنین، در مابینتان دیگه اجازه به تفرقه ندین. آیه مبارکه به می ارتباط نازل میشه. روزی منافقین میبینن که اوس و خزرج در مابینشان که سالها جنگ تباکن و خانمان سوزی بود که صدها کشته در هر صفی پشت سر گذاشته بود و صدها معلول، دشمنی که سالهای متمادی در جریان بود، ولی وقتی که ایدو قبیله قوی مدینه و متخاصم به اسلام مشرف می شوند، به اسلام مشرف می شوند، به پیغمبر اکرم علیه الصلاه و السلام بیعت می کنند، اینا برادروار زندگی می کنند، و ای باعث ناراحتی منافقین می شود. نباید گفت منافق امروز از منافق دیروز قوی تر است. مشکلی که مسلمان ها امروز به منافقین دارن، او وقت هر لحظه ای که پلانی سنجیده می شد علیه اسلام و وحدت اسلامی از طرف منافقین، فورا پروردگار به پیغمبر خود اطلاع می داد. امروز به ما که اطلاع بده؟ یگانه راه اطلاع نیست که ما قرآن بخوانیم و سنت پیغمبر ما بخوانیم که چهره منافق و شکل درست درک شود. اینجاست جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم زیر قیادت رشیدشان و تربیه ایمانی و اسلامی، اوس و خزرج با یک دیگر شیر و شکر شدند. ای باعث رنج و ناراحتی منافقین شد. روزی از روزها چند تن از منافقین با سرپرستی یهود پلان سنجیدن که در یک جا، در یک مجلس، چند تن از برادرای اوس و خزرج با یک دیگر شوخی و اظهار محبت میکردن. اینها گماشته شدن با او مجلس و رفتن در مابین مجلس
به اوس و خزرج، به این دو قبیله ای که فعلا برادروار زندگی میکنن، دشمنی های سابق یادآور شده. فکر بود که دو جنگ از شما چقدر نفر کشته شده بود و دو جنگ از شما چقدر نفر کشته شده بود. متاسفانه ما میبینیم که امروز زخمها خاریده میشود. بگذار هرچی شد، هرچی شد بگذار پشت سر، چیزی که گذشت گذشت، در آینده فکر کن. یگان وقت میبینیم که یک کمک واری الفت و محبتی اگر در مابین افغانها بروز میکنند، میبینیم که زخم خاریده میشود، یادآوری میشود از لحظات، از ایامی که میان مسلمان ها اختلاف بود. نباید این کار شود. بگذار هرچی که شد تیر شد. و تو هم کدام شمشیری را در اینجا استعمال نکرده ای. هیچ کس کدام ابتکاری به این وطن نکرده است. هیچ کس متاسفانه به این وطن خدمت نکرده است. این مظلومترین وطنی قاره آسیا است. به نام کمونیسم در حقش ظلم شد، به نام اسلام در حقش ظلم شد و به نام دموکراسی هم در حقش ظلم میشه. این ملت ملتی مظلوم است. هیچ کس نمیتونه ثابت بکنه که به افغانستان چی داده است. در طول تاریخ متاسفانه با وجود ملت قهرمان مبتکر، ملتی با شجاع، ملتی صابر متین، بسیار صفات است در این ملت، ولی کلمه قهرمانی همیشه در جنگ تشویق شده است. واه واه، چرا؟ درست است، در سنگر حق قهرمانی بزرگترین کمال انسان است، در سنگر دفاع از حق و دین و از عدالت. اما در برادرکشی ما نمیتونیم که